با درود خدمت دوستان گرامی، من فرهاد کاشانی هستم و بعد از چندین و چند سال که دوستان تقاضاهای مختلف میکنن که آقا بگو راز جوانی چیه و این حرفا، تصمیم گرفتم این دفعه اون چیزی که میدونم حداقل باهاتون به اشتراک بذارم و دیگه اگه بیشتر از اون نمیدونم دیگه نمیدونم. دیگه مسئله این جوان موندن، اولین موردش به ژن برمیگرده. اگر شما ژن درست داشته باشید، از خانواده به ارث برده باشید، این خودش خیلی کمکه. و این ژن درست یادتون باشه که مثلا اگه 4 تا 5 تا برادر خواهر باشید، این قرار نیست که هر 4 5 تا ژنتون باید یه شکل باشه، همتون جوان بمونید یا همتون زود پیر بشید. بستگی داره که یکی ممکنه یه مدل در بیاد، بقیه کاملا مدل دیگه. بنابراین مسئله ژنتیکیش این قسمت حل بکنیم. من 3 تا دایی دارم یا داشتم که یکیشون حتی قیافتا هم به هم خیلی شبیه بودیم و به نظر میرسه ژن هامون هم خیلی شبیه بوده و به خاطر همین حتی حرکاتمون بعضی مثلا یه دفعه من دیدم دایی من یه عینکی خریده که منم عین همون رو خریدم. حالا این همه انتخابه، چرا مثلا هر دو یه عینک خریدیم یا در مورد خیلی چیزای دیگه. به هر حال این مسئله ژن تو این داستان جوان موندن بیشترین رول رو بازی میکنه. طبعاً به دنبال اون داشتن مو خیلی کمک میکنه که اونم باز از ژن میاد. نه دوستان مرتب به ما میگن آقا کدوم شامپو استفاده میکنه، بنامش کشک مثلا ربطی به شامپو و یکی میگه من مامانم هر شب موهام ماساژ میداده، حالا دیگه ماساژ نمیده موهام میریزه. این همش جفنگیات. یا دارید مو رو یا ندارید، اگه داشته باشید با چنان با خاکره هم بشورید بازم همونطور خوب میمونه. اگر موه نباشه که با بهترین شامپو جهان هم بشورید بازم خواهد ریخت. مو بیشترین تأثیر رو روی این که سن آدم چجوری به نظر میاد داره. شاید 5 سال شاید 10 سال آدم رو جوانتر نشون میده. من برادر کوچکتر آدم 5 سال کوچکتره، ولی خیلی موقعا من تو خونه اونا مهمون هستم مثلا ملت فکر کنن من برادر کوچکتره هستم. البته فقط مو علتش نیست، حالا موهاش هنوز یه مقدار هست، ولی زیاد تو آفتاب گلف بازی میکنه، فوتبال بازی میکنه و این خودش خیلی اثر داره. من اون کارهای اونجوری رو زیاد انجام نمیدم، اگه انجام بدم با کرم‌های زیاد و ضد آفتاب و کلاه بزرگ و خلاصه یه جوری که آفتاب بهم نخوره. آفتابی که بدترین اثرات رو روی سن داره، برای همین اگه که کار کشاورزی در گذشته میکردن تا الان هم همونطور میبینی قیافه ها معمولا خیلی زود پیر میشه، برخلاف اون که آدم فکر کنه اگه تو طبیعت کار کنی عمر طولانی تر میشه. اینا به نظر میرسه که اینجوری نباشه. حالا چه چیزهایی رو من از اول رعایت میکردم؟ من از 15 سالگی عینک میزدم، در هر شرایطی یه ذره نور بود عینک آفتابی رو زده بودم. از آدم یاد گرفتم عینک خوب بخرم با هر دردسری هست. اولین عینکم ریبن بود، تا حالا 10 تا حداقل ریبن داشتم. البته ریبنای اولیه اون لنز شیشه‌ای بود، اونا رو من بیشتر دوست داشتم، ولی به خاطر وزن زیاد دماغ اذیت می‌کرد، به خصوص بخاطر که اون روز بذاری، چون از شیشه معمولی کلفت‌تر بود، شیشه نشکن بود که اینا مینداختی شیشهش نمیشکست. و وقتی که کارخونه ریبن و ایتالیایی ها خریدن، فکر میکنم از همون زمان لنزش رو پلاستیکی کردن که الان دیگه همش پلاستیکی، ولی پلاستیکی هم خوب و بد داره. بعضی ها نور نمیدونم یووی رو رد میکنه، بعضی ها رد نمیکنه. به حال عینک از برند خوب یکی از شرایط اساسیه و اینکه مرتب بزنید تو آفتاب بدون عینک نری، چون وقتی عینک نمیزنی صورت باید یه همچین کارهایی بکنه، چروکایی در این ور اون ور پیدا خواهد شد. دومیش کرم صورت. کرم صورت فقط مال خانوما نیست که بگین خانوما بزنن آقایون نباید بزنن. کرم صورت هم مثل هر چیز دیگه‌ای جلوی میتونه جلوی پیری و چروک و اینا رو بگیره. من کرمی که میزنم به صورتم کرم من یادم اسمش رو بگم یادم رفت شیسیدو، کرم شیسیدوه، یه چیز انقدیش مثلا 80-90 دلاره و حالا اونه یا ژنه و حال
هر دوش ممکنه باشه. به صورت من بعد از اصلاح خمیر لوسیون بعد از اصلاح، حالا هر مارکی باشه، میزنم کنار دریا اینا که اصلا نمیرم. اگه برم حتما کرم های از 30 به بالا، حتی از 50 در اون حد میزنم به صورتم. برای لباس در کنار دریا لباس های ضد یووی میپوشم که الان دیگه کم کم داره مود میشه و ملت دارم میفهمن ارزش رو. من وقتی سال 2000 سرطان 1998 مثلا سرطان پوست گرفتم به نام بیزل، که الان جاش ندارم اینجا یا اینجا، یک شکاف، یه جوجه کوچیک بود که خلاصه دکتر یک شکاف بزرگ داد برای عمل و درش آورد و گفت زیر آفتاب وای نستا، گفت این مجموعه تمام زمانهایی است که زیر آفتاب وای سدی در زندگیت. گفتم ما داریم میریم مثلا هوایی چیکار کنیم؟ گفت لباس های ضد یووی از مغازه‌ای که وسایل سرفینگ میفروشن برو بخر، خودت و خانواده تنتون کنید. اون که ما رفتیم خانواده ما فقط اینو تنشون بود، خانواده میک جیگر گروه اسمش یادم نیست چی، اونم همشون تنشون بود و برای بقیه ذره عجیب غریب بود که اینا چرا تو آب لباس تنشون میکنن، حتی تو استخر. من حتی کلاهی داشتم باز همون جنس ضد آب که تو استخر هم عینکو زده بودم، هم کلاه سرم بود، هم لباس ضد اشعه تنم بود. بنابراین در همه جا رعایت کردم. مثلا من برادرم فوتبال بازی میکنه، فکر نمیکنم مثلا اهل زدن کرمی به صورتش باشه یا یه چیزی شبیه اون، ولی من بدون بلا استثناء این مسئله رو رعایت میکنم. اتفاقا دایی من اونی هم که شبیه هم بودیم همین مسائل رو رعایت میکرد. دیگه چه چیزایی کمک میکنه؟ اینکه من میگرن دارم و به خاطرش دکتر به من آمپول بوتاکس تجویز کرده که هر 3 ماه یه بار هم تو گردنم میزنم هم اینجا جایی که بوتاکس سردرد از اونجا شروع میشه. اتفاقا نیم ساعت پیش سردرد ما شروع شد، یه دونه قرص هم خوردیم، قرص مخصوص، الان داره کم میشه. به هر حال اینم کمک میکنه، به هر حال به اینکه چروکای صورت رو از بین میبره در اون جایی که تزریق میشه. البته از اون طرف سالم زیستن، مثلا سیگار نکشید. آقا سیگار که میکشید دارین صورت خودتون رو دود میدید، مثل ماهی دودی هست که دود میدن که یه مزه هایی پیدا کنین. این سیگار رو حتی اگه تو ندید دارید اینجا پک میزنید، این سیگار داره رو پوست شما کار میکنه. بنابراین اصلا طرف اینجور چیزا نرید. مشروبات هم چاق میکنه، مثلا که چاق بکنید یه مدت پوستتون خوب میشه، ولی بعد لاغر که بشید بدتر از بدتر چروک میفته. بنابراین من کلن از هر گونه مواد مخدر، هر گونه مشروب، هر گونه سیگار احتراز میکنم، مصرف نمیکنم و سعی میکنم وزنم کنترل کنم بین یک رنجی بالا و پایین. به خاطر همون که گفتم اگه من چاق بشم پوستم خیلی خوب میشه برای یه مدتی، مثلا فکر کنید پوست چاق شدید، این هم کشیده شده دیگه، سن 5 سال دیگه میره پایین تر. به جاش به محض اینکه رژیم متوقف بشه و خودتون رو بخواید لاغر کنید، برعکسش اتفاق میفته، چروک ها شروع میکنه زیاد شدن. در ضمن لطفاً بعد از این ویدیو از من سوال دیگه ای راجع به اینکه آقا زیبایی من این کرم رو میزنم نظرت، من اصلا نه دکترم نه دکتر پوستم، دارم فقط تجربیات خودم رو میگم بر اساس این دوستانی که چندین و چند سال ول نمیکنن. آقا بگو چه شامپویی میزنی، بگو چه کار میکنی، بگو چه کار میکنی. گفتم یه بار صحبت میکنم و هیچ لطفاً سوالی در این مورد نپرسید، چون نمیدونم بگم مثلا شامپوی XYZ هم خوبه، نمیدونم این شامپوی اونجوریش اینقدر قیمتش، نمیدونم. ولی یه چیزی میدونم، اونو همین سی بهتون گفتم، چیزی بیشتری نمیدونم. یه مسئله دیگه هم که فکر میکنم کمک میکنه، من از وقتی که سردر میگرنم شروع شد، شاید در سن 40 سالگی، در فکر بودم که چی کارایی میکنم که این سردرد میگیرم یا بعد از چه حوادثی بیشتر سردرد میگیرم. دیدم که من وقتی که دمر میخوابم و دوست داشتم دمر رو بخوابم موقع خواب، این گردن درد میگیرم و بعدش هم بلافاصله سردر میگیرم. یه دوستی که دکتر بود و حالا نه این رشته ولی جراح مغز و اعصاب بود و اینا، گفتش که شاید نمیدونم دمری که میخوابی این
اون اعصابت کشیده میشه، یه جورایی میشه خلاصه به خاطر اون ما دیگه تاغواز خوابیدیم. چون تاغوازی میخوایید پوستتون اینجوری کشیده میشه، به نفعتون هم هست. دمرو که رو بالش بخوابید اینا پوستتون فقط چروک میشه. و بعد یادمه که یکی از فامیلای ما که در فرانسه مدل بود به من گفتش که آره دقیقا مثلا تاغواز میخوابه بخاطر این مسئله، آب زیاد باید بخوره که گوشت آب داشته باشه پوستش و چروکیده نشه. خب پس این هم از این مسائل طرز خوابیدن و غیره و زالک. بعد موقع دیگه مثلا من فرض کنید به خاطر سرمایی بودن همیشه بیشتر لباس میپوشم. خب لباس بیشتر باعث میشه این نور کمتر آفتاب به بدن بخوره، دیگه منظور رو بدن هم باشه، بدن با لباس بیشتر پوستش کمتر پیر میشه تا اینکه یه لباس بوشید بیرون زیر آفتاب، طبعا پوستتون با اون تیره شدن و این چیزا یه چیزای دیگه هم میاد از جمله سرطان پوست. دیگه من چی بگم خدمتتون که من این دفعه مثلا فیلیپین که بودم متوجه شدم که ملت اولا لباسای ضد اشعه میپوشن، بیشتر به خصوص که راننده موتورسیکلتای تاکسی هستن چون صبح تا شب زیر نور آفتابن از اون چیزا میپوشن. بعد اگر لباسشون آستین کوتاه باشه یا جنس دیگه باشه یه دونه چیزایی هم داشتن کشی آستین، فقط آستین یه دونه دست که اون دستی رو که طرف آفتابه آفتاب بیشتر میخوره، این باز از این مواد یوی ضد اشعه بود. این آستین اون قرار بود اینو بخرم، حالا همینطوری هم شده داشته باشم ولی یادم رفت. به هر حال اون آستینه هم در این کار میتونه کمک کنه. ببینید همه مردم دنیا متوجه شدن. توی تایلند یه موقع شد 20 سال پیش گلف بازی میکردیم با یه گروهی، هر گروهی یه نفر داشت که کدی، کسی که توپ گلف شما رو هم میکنه، اگه ماشین نگرفته باشین چوب گلف شما رو کدی هم میکنه. این کدی هایی که بودن 4 تا دختر بودن، تمام صورتشون یعنی فقط یه یعنی چشم اینا که عینک بود هیچشون معلوم نبود، یعنی اینا چون صبح تا شب زیر آفتاب گرم اونجا کار میکنن میدونستن که این آفتاب چه بلایی به سر پوستشون میاره، برای همین با چند لایه پارچه و اینا، حالا شاید هم پول کرم دادن کرم خریدن و اینا ندارن، شاید هم کرم رو اونقدر برای اون کار موثر نمیدونن، ولی با این لایه های پارچه که دور صورتشون میپیچیدن و دور بدنشون، یعنی از قیافه های اسلامی ما اسلامی تر بودن در توی پیست گلف. و جالبه که خیلی وارد بودم، میمدیم مثلا با چوب شماره چندم شیشت بزنی، میگفت نه نه این یه دونه رو باید مثلا با 5 بزنی. این چوبای گلف زاویه های مختلف داره برای موقعیت های مختلف و فاصله میخواید نزدیک بزنید دور بزنید شماره های مختلف استفاده میکنید. و اینا اینقدر دیده بودن از ما خیلی واردتر بودن و به ما راهنمایی هم میکردن که اینو بزن اونو نزن و از اینجا کنید. خب این هم از این، فکر کنم دیگه همه رو گفتم دیگه. خوب و خوش باشید و همیشه شاداب و جوان. یه مسئله دیگه، رنگ مو هم در نشان دادن جوانی خیلی تاثیر میکنه، کما اینکه خانوما بیشتر ماشون رنگ میکنن و خود منم تا مدتی پیش رنگ میکردم و دوستان میگفتن آقا بزن رنگ و یه سری میگفتن نزن اینطوری بهتره اونطوری بهتره، سن بیشتر میشه کمتر میشه. الان در حال حاضر یه سال چقدر هست که دیگه رنگ نمیزنم. البته من رنگ زدنم اینجا یه دلیل داشت، توی شرکت کار میکردم میدونم رئیس رؤسا همه بالاها همه رنگ زدن و بعد می نشستیم که آقا مسیح باید رنگ زد که سن رو جوانتر نشون میدی برای کار تو اینا، بنابراین برای اونا که شاغل هستن و توی امریکا هستن شاید لازم این کار بکنن که به نظر جوانتر بیان. من تا موقعی که کار میکردم که خب رنگ میزدم، حالا دیگه نمی کنم به خاطر تنبلی، وگرنه هیچ مسئله نیست رنگم بکنید کردید، کمان که خیلی ها این کارو میکنن، خیلی مردا زنا به حال اونم به جوانی تاثیر میذاره. من فکر کنم همین الان رنگمو به حالت پر رنگ در بیارم مثلا شاید 5 سال سنم جوان‌تر بشه. اینم از این، خوب و خوش و شاداب و پر نشاط باشید. یه مسئله دیگه خوابیدنه. من شبی 8 ساعت رو سعی میکنم بخوابم و سعی میکنم بین 10 شب تا 6 صبح بخوابم. یه سری تحقیقات هم یه موقع میخوندم میگفتن که بهترین موقع همون ساعت
ده شب تا 6 صبح، حالا به چه دلیلش رو نمیدونم، ولی اونایی که شب زنده داری میکنن معمولا قیافه ها چروکیده است بیشتر، نمیدونم حالا چرا، ولی به هر حال هم گفتم بگم ساعت درست و همیشه سر یه ساعتی خوابیدن و بلند شدنم ظاهرا مهمه.